آریان، ما کیبوتس هایی رفتیم، روستاهای کشاورزی خاص که نزدیک مرز هستن، با آدم ها صحبت کردیم و بعضی وقتا در خود شهر تل آویو آدم هایی دیدیم که از اونجا بودن و فرار کردن و نجات پیدا کردن. یکی از موارد که الان میخوام پخش کنم از یکی از کیبوتس های نزدیک به غزه است، خیلی نزدیک، به نام مفالیسم، که خود این آقا تعریف میکرد که تنها دلیلی که اینها مورد کشتار قرار نگرفتن این بود که تو مسیر مهاجمان حماس به شهر سدروت بودن. میدونیم مهاجمان حماس رفتن شهر سدروت، برای ساعت‌های اشغال کردن، برای همین توجه زیادی به این کیبوتس نداشتن. مشاهدات این شاهد عینی از اون روز رو با هم ببینیم. Bombs and the alarm, and then we go down to the safe room. And suddenly I heard like, you know, صدای بمب و آژیر رو شنیدم و ما رفتیم زیر زمین تو پناهگاه. صدای تیراندازی رو میشنیدم و فکر میکردم یک درگیری دیگه است. صدای راکت میومد. بعد تو واتساپ چک کردیم ویدیوی اگه هست ببینیم. دیدیم تروریست ها تو جادن. فکر کردم مگه میشه. بعد پیامی گرفتیم که تروریست ها تو کیبوتس هستن. ما شانس آوردیم که پدر و برادرم اسلحه داشتن و من کمی احساس امنیت میکردم. اما حدود 12 ساعت تو خونه حبس شدیم. بیشترش هم بدون برق. همه ترسیده بودیم. حدود 7 بعد از ظهر از کیبوتس فرار کردیم.